بهتون تو قسمت پیش آموزش دادم که چطور ویدیوهای شورت بسازید و چطور با آپلود ویدیوها تو پلتفرم یوتیوب به درآمد برسید. جالب اینه ویدیویی که به صورت آزمایشی تو قسمت قبل منتشر کردیم چیزی نزدیک به 800 بار دیده شد بچه‌ها، و جالب تر از اون اینه که 5 تا هم ساب گرفتیم. همونطور که بارها اشاره کردم حدود 10 روزی میشه که تو پلتفرم یوتیوب به ویدیوهای شورت درآمد تعلق میگیره. این درآمد چقدره و شرایطش به چه صورته؟ با من همراه باشید. حدود یک سالی میشه که بارها تو ویدیوها بهتون تأکید کردم که رشد با ویدیوهای شورت به نسبت آسون‌تره و شما میتونید بازدیدهای خوبی بگیرید. تو قسمت قبل دیدید که ما 2 روز پیش یه کانال یوتیوبی بالا آوردیم به اسم فانی فکس و یه محتوای شورت توش آپلود کردیم. در واقع داشتم بهتون آموزش میدادم اصلا که چه کار بکنید. اما جالبه که ظرف همین 2 روز این محتوا بازدید قابل توجهی گرفت. اگه شما بخواید در حالت عادی با ویدیوهای بلند به این بازدید برسید، شاید باید حداقل 4 ماه سخت کار کنید. اما ما با اولین ویدیو 800 تا بازدید به دست آوردیم که هیچ، 5 تا هم ساب گرفتیم به اضافه یک کامنت. روز اولی که ویدیو منتشر شد 700 تا بازدید گرفت و روز دوم 100 تا. حدود 3 ساعت ملت ویدیو رو دیدن. اینو در نظر بگیرید که ویدیو 15 ثانیه است. عمده مخاطبینش از امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، همه جاهای خوب. این عالیه. 60% مخاطبین خانم ها هستن و 40%ش آقایون. رنج سنی مخاطبم از 13 سال تا 54 سال تقریبا همه رو درگیر کرده. این رو بدونید شمایی که دارین ویدیو رو میبینی در واقع با یه فرصت جدید آشنا شدی. این فرصت ها همیشگی نیستن. همیشه گفتم پس بهتر از همین امروز شروع کنید. چون قطعا در آینده نزدیک با زیادتر شدن محتوای شورت کلید واژه‌ها اشغال میشه، رقابت بالا میگیره، در نتیجه رشد به سختی اتفاق میفته، کار سخت‌تر میشه. همیشه اولین ها بهترین نتیجه رو میگیرن، پس سعی کنید اولین باشید. تو این قسمت 2 تا نکته خیلی مهم رو بررسی میکنیم. 1. قوانین یوتیوب شورت. شما اگه قوانین رو رعایت نکنی به درآمد نمیرسی. و 2. درآمد یوتیوب شورت. اینکه به ازای هر 1000 بار بازی چقدر پول نصیبت میشه. این سوال خیلی هست تو این روزها. اول قوانین. تو یوتیوب هلپ صفحه‌ای وجود داره به اسم یوتیوب شورت مانیتایزیشن پالیسیز. این صفحه قوانین رو به صورت کامل نوشته بچه. اول از همه تأکید میکنه که آقا قوانین یوتیوب تو شورت تغییر نکرده، قوانین همونه. یعنی شما طبق معمول از محتوای دیگران نمیتونی استفاده کنی، یا قوانین کپی رایت روش صادقه، نمیتونی از موزیک دیگران استفاده کنی. اگه خاطرتون باشه ما تو قسمت پیش از محتوای دیگران استفاده نکردیم، خودمون ویدیو رو ساختیم 0 تا 100ش رو، و از موزیک استفاده کردیم که یوتیوب بهمون اجازه‌شو داده. این خیلی مهمه. مجدد تاکید میکنه که شما اینجا هم ممکنه ریوز کانتنت یا حتی رپتیشس کانتنت بگیری. کسایی که نمیدونن اینا چیه، ببینید وقتی یه کانال یوتیوبی از محتوای دیگران استفاده کنه، مثلا شما ویدیوهای منو برمی‌داری و توی کانال دیگه آپلود می‌کنی، ممکنه حتی رشد بکنی و حتی به شرایط درآمدزایی برسی، اما یوتیوب درآمدت رو فعال نمی‌کنه و بهت میگه این ریوز کانتنته. یوز به انگلیسی یعنی استفاده، ریوز یعنی استفاده مجدد. معنی این کلمه این میشه، میگه شما از محتوای یه بابای دیگه استفاده مجدد کردی. البته این رو قبلا گفتم، تو حوصله این بحث نیست. یوتیوب در خیلی از مواقع اجازه میده که شما از محتوای دیگران استفاده کنی، اگر استفاده منصفانه باشه. قبلا مفصل در خصوصش صحبت کردیم. پس قوانین تغییر نکرده، شما همچنان باید یک کریتور یا سازنده باشی، دقیقا مثل چیزی که تو قسمت قبل ساختیم. به نظرم اگه قصد دارید جدی فعالیت کنید این سفر رو بخونید بچه. مثالهای زیادی واسهتون آورده از شرایطی که مانیتایز میشه و شرایطی که مانیتایز نمیشه. مثلا میگه شما نمیتونی از پلتفرم های دیگه مثل تیک تاک ویدیو رو برداری و اینجا آپلود کنی. من خیلی زود این قوانین رو واسهتون ترجمه سلیس میکنم، قابل فهم واسه همه، به سبک خودم و تو وبسایتم منتشر میکنم. هر وقت گذاشتم آدرسش رو داخل دیسکریپشن این ویدیو میذارم، بهم باید فرصت بدید. حالا پولش چقدره؟ سوال مهم دیگه ای که پیش میاد. تو این صفحه توضیحات بسیار جامعی در خصوص درآمدزایی ویدیوهای شورت گذاشته. اولا میگه تبلیغات به این شکل نمایش داده میشه. ببینید به عنوان مثال طرف یه شورت میبینه، بعد یه تبلیغ میبینه، مجدد به عنوان مثال 4 تا شورت دیگه میبینه و یه تبلیغ دیگه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ درآمد تبلیغ مال کیه؟ یادمه
6 ماه پیش که متوجه شدم یوتیوب میخواد رو شورت ها تبلیغ سوار کنه، همیشه سوالم این بود خب آقا رو هر شورت که یه تبلیغ نمیشه سوار کرد، این شکلی مخاطب دیوونه میشه، یوتیوب باید چند تا شورت رو پخش کنه بعد یه تبلیغ سوار کنه، حالا درآمد این تبلیغ مال کیه؟ میگم رسیدم به جواب این سوال داشت دیوونم میکرد. یوتیوب سیستم خیلی جالبی چیده بچه ها، میگه درآمد مال همه است، تمام این شورت ها تو درآمد سهیم هستن، سیستم خیلی باحالیه. حالا از این جالبتر هم میشه، یوتیوب میگه ما فضایی داریم به اسم استخر درآمد شورت، اسمشو گذاشته استخر درآمد شورت، میگه تمامی درآمد ها از تبلیغ میاد اینجا تو این استخر و ماه به ماه با توجه به بازدیدی که خلق کردید درآمد بین شماها تقسیم میشه. حالا یه مقدار داستان پیچیده تر هم میشه، میگه اگه شما از موزیک های خواننده های معروفی که رای کرده اگه از اونها بخوای استفاده کنی، نصف درآمدت میره برای خرید لایسنس. این از نظر من خیلی جالبه، یعنی شما وقتی از موزیکی مثل موزیک مدونا تو ویدیو شورتت استفاده میکنی، در واقع به نوعی لایسنسش رو تهیه کردی، داری پولش رو میدی. ممکنه بگید که 50% که عدد خیلی زیادی هستش، آره، اما این رو باید در نظر بگیرید که این موزیک ها برای شما بازدید میارن، در واقع این موزیک ها چون ترند هستن ویدیو رو جذاب تر میکنن و شما ممکنه حتی بتونید بازدیدهای میلیونی خلق بکنید. اگه استفاده نکنی از موزیک ها چه اتفاقی میفته؟ خب موزیک های رایگان هم هستش دیگه، هیچ، 50% درآمدت کم نمیشه و کل درآمدت میره تو استخر درآمدی یوتیوب تا انتهای ماه تقسیم بشه. درآمد تو این استخر خیلی راحت محاسبه میشه بچه‌ها. با یه مثال کوچیک میخوام قضیه رو واسهتون ملموس‌تر کنم، بهتر درکش کنید. تصور کنید که تو کل دنیا 100 تا یوتیوبر بیشتر وجود نداره. گفتم میخوام مثال کوچیک بکنم تا قابل درک بشه. این 100 نفر ماه گذشته به عنوان مثال 100 میلیون تا بازدید یوتیوب شورت داشتن. ویدیوهای کوتاهشون 100 میلیون بار دیده شده. مجموع این 100 نفر. درآمد این 100 میلیون بازدید بچه‌ها شده مثلا 100,000 دلار. پس تا اینجای کار ما 100 تا یوتیوبر داریم، 100 میلیون بازدید شورت اینا داشتن و 100,000 دلار هم پول جمع کردن. مجدد تصور کنید که 20% ویدیوها موزیک داشتن، پس باید پول موزیکشون رو کم بکنیم. 10,000 دلار از 100,000 دلار کم میشه، میره برای خرید لایسنس موزیک ها. چقدر میمونه؟ 90,000 دلار. حالا آخر ماهه و پولا میخواد تقسیم بشه. شما به عنوان مثال 500,000 تا بازدید داشتی، از 100 میلیون بازدیدی که ماه پیش اتفاق افتاده 500,000 تاش میشه 0.5%، 0.5. پس درآمد شما 0.5% از موجودی استخره. 0.5% 90,000 دلار میشه 450 دلار. این دقیقا عددیه که به شما تعلق میگیره. پس داستان این شکلیه. اما بذارید تو این قسمت از ویدیو اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار بدم که واقعا هر جا پیداش نمی‌کنید. همونطور که گفتم در حال حاضر 10 روزی میشه که درآمد ویدیوهای شورت فعال شده و من میخوام به صورت دقیق بهتون نشون بدم که بچه‌ها در حال حاضر از هر 1,000 بار نمایش ویدیوهای شورت چقدر پول نصیبشون میشه. من 5 تا کانال رو بررسی کردم بچه‌ها. کانال اول یه کانال تو حوزه ASMR هستش. 3 سنت به ازای هر 1,000 بار بازدید. پس صاحب این کانال به ازای هر 1,000 باری که ویدیوهای کوتاهش نمایش داده میشن، دیده میشن، 3 سنت نصیبش میشه. کانال دوم حوزه گیم، 2 سنت به ازای هر 1,000 بار بازدید شورت. کانال سوم حوزه آموزشی، 6 سنت به ازای هر 1,000 بار بازدید شورت. کانال چهارم ویدیوهای مقایسه‌ای، 1 سنت. و کانال پنجم هم کانال خودم، کانال رامونتاله، 3 سنت به ازای هر 1,000 بار بازدید ویدیوهای کوتاه. پس این مقیاس شما باشه بچه‌ها، این رو در نظر بگیرید که شرایط در طول زمان ممکنه تغییر کنه. هر چقدر تبلیغات شورت مورد توجه بیشتر بیزنس‌ها قرار بگیره، بیشتر تبلیغ می‌کنن، بیشتر رقابت می‌کنن و درآمدها بیشتر میشه. این در واقع اولین بررسیه. در آینده اطلاعات بروزتر رو در اختیارتون قرار میدم. در آخر من تو قسمت پیش کانالی رو بهتون نشون دادم که فقط با ویدیوهای شورت ظرف 1 سال به 250,000 تا ساب رسیده بود. بیاید یه حساب کتاب سرانگشتی بکنیم ببینیم که اگه این کانال از ویدیوهای شورت درآمد نصیبش میشد چقدر میتونست تو این 1 سال پول بسازه. سوشال بلد میگه مجموع بازدیدهای این بابا تو 1 سال گذشته 145,500,000 تا بازدید بوده. من میگم 3 سنت بگیره از هر 1,000 بار نمایش تبلیغات. ماشین حساب 145,500,000 تقسیم بر 1,000، چون از هر 1,000 بار نمایش 3 سنت دریافت میکنه، حالا این عدد ضرب در 3 سنت میشه 4,365 دلار در سال.
الان دلار 43500 تومانه همین امروز، پس تقریبا میشه 190 میلیون تومان سالی. اصلا بیزنس بد نیست، شرایط خوبه، رشد آسونه و پول خوبی هم میده. باز تکرار میکنم شرایط همیشه این شکلی نیست، پس بجنبید و فرصت رو از دست ندید. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی.